آمریکا قصد داره در برابر ایران یه اجماع جهانی تشکیل بده. پاتریک شانهان سرپرست پنتاگون میگه ما یه بحران منطقه‌ای در خلیج فارس داریم. بحران آمریکا نیست. از این به بعد شما شاهد عملکرد ما برای ایجاد یک اجماع بین‌المللی خواهید بود. دونالد ترامپ هم در گفتگوی تلفنی روز گذشته با شبکه تلویزیونی فاکس نیروهای سپاه پاسداران رو متهم به حمله به نفتکش‌ها کرده. گفته شده افراد حاضر در قایقی که مین‌های منفجر نشده رو از یکی از نفتکش‌ها جدا کرده، از نیروهای سپاه پاسدارانند. بریتانیا هم همسو با ایالات متحده معتقد شواهد کافی برای دست داشتن جمهوری اسلامی در این انفجارها موجوده. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده تقریبا مطمئن حمله ها توسط سپاه پاسداران بوده و نمیتونه کار کسی دیگه ای باشه. هیچ دلیلی نمیبینیم که ارزیابی آمریکا رو باور نکنیم. حسمون میگه اونا رو باور کنیم چون نزدیکترین متحد ما هستن. در همین حال رئیس اتحادیه عرب هم از تهران خواسته تا مسیر دیگه ای رو انتخاب کنه. من از برادران ایرانی میخوام که مراقب باشن و مسیر خود رو تغییر بدن، چون این کارشون همه رو به سمت یک درگیری سوق میده که در صورت وقوع هیچ کس در امنیت نخواهد بود. در مقابل هایکو ماس وزیر خارجه آلمان فیلم منتشر شده وزارت دفاع آمریکا رو برای متهم کردن ایران کافی نمیدونه. اخبار مربوط به حمله به دو نفتکش در دریای عمان بسیار نگران کننده است. بنابراین برای صدور رأی نهایی لازم اطلاعات موثقی داشته باشیم. در همین حال دبیر کل سازمان ملل هم با محکوم ساختن هر گونه حمله به کشتی‌های غیر نظامی گفته دنیا توانایی هزینه دادن برای یک رویارویی بزرگ دیگه در منطقه رو نداره. خلیج فارسی که با بالا گرفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن این روزها ناامن‌تر از همیشه شده. بتی یوسفی، اتاق خبر. بتی، تنش ها بی سابقه است. هر لحظه اتفاقات جدیدی داره پیش میاد و به جز اون چی که در گزارش داشتی اتفاقات تازه‌ای هم افتاده. برمون ببین. نیروی دریایی بریتانیا 100 تا از کمانده های ویژه سربازاش رو به خلیج فارس فرستاده برای محافظت از کشتی های تجاری و نفتکش هایی که در اون منطقه داره. در این حال خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی از وضعیتی که در خلیج فارس و دریای عمان اتفاق افتاده توی این چند وقته نسبت به این وضعیت واکنش نشون داده و در توییتی گفته که این حوادث در واقع تهدیدی برای عرضه انرژی، ثبات بازار و اعتماد مشتریانه و در واقع خواسته که بلافاصله جواب قاطع و فوری در رابطه با این مسئله داده بشه. البته دیروز هم عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی واکنشی نشون داده. در مصاحبه‌ای که با CNN داشته گفته که ایران سابقه داره در این جور مسائل و همسوی با واشنگتن ایران رو متهم کرده در اینکه این عملیات زیر سر به اصطلاح نیروهای سپاه پاسدارانه. از طرف دیگه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه در امارات متحده عربی که میدونی این مسائل همه در آبهای این کشور اتفاق افتاده، به توییتی که ظریف در همین رابطه واکنش نشون داده ارسال کرده اشاره کرده و گفته که اشاره های پی در پی ظریف به تیم بی خیلی مسخره است و از مقبولیت ایشون کاهش میده. در نهایت گفته که در چنین اوضاعی که منطقه اینقدر متشنجه ما احتیاج به راهکارهای هوشمندانه‌ای داریم، حرکت‌های عاقلانه‌ای داریم که بحران رو کاهش بده، نه یه سری جملات تو خالی و تکرار یک سری اصطلاحات مثل تروریسم اقتصادی دقیقاً و ارتباطات توی فضاهای مجازی نمیتونه کارگشا باشه. ظریف دیروز، حالا اشاره داشته باشم که اصلا توییت ظریف چی بوده، ظریف دیروز یه در واکنش به همین مسائل میاد به تیم بی که حالا منظور بنیامین نتانیاهو، جان بولتون، چهار به معروف، محمد بن سلمان و بن زایده اشاره میکنه و میگه که این داستان در واقع سناریویه که این تیم دوباره اینها رو متهم میکنه برای سرپوش گذاشتن روی تحریم هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره صورت میده، در واقع برنامه ریزی کردن. در طرف دیگه هم در تهران
در واکنش به صحبت‌های آقای جرمی هانت که در گزارش من بهشون اشاره کردم، سفیر راب مک ایر، سفیر بریتانیا در ایران رو جمهوری اسلامی وزارت امور خارجه احضار کرده و دستیار وزیر و مدیر کل اروپایی وزارت خارجه مراتب اعتراض تهران رو نسبت به صحبت‌های آقای جرمی هانت و جانبگیریشون با واشنگتن رو به اطلاعشون در واقع هم نظری با واشنگتن که جمهوری اسلامی رو مقصر دونستن در این وقایع اخیر. مرسی از توضیحاتت.